سلام، من عباس کریمی ریزی هستم. خیلی خوشحالم که امسالم از راه دور تونستم به ورودی‌های جدید خوش آمد بگم. راستش ما هر سال از زمانی که من یادمه برای بچه های ورود جدید جشن میگرفتیم، خوش میگذشت، کلی صحبت میکردیم. من ورودی 92 که لیسانس فیزیک بودم و 95 فوق لیسانس گرایش سیستم‌های پیچیده توی بهشتی و فکر میکنم 6-7 سالی جشن ورودی ها رو داشتیم تا اینکه دیگه امسال بالاخره اینجوری شد. خب خیلی خوش اومدید به بهشتی. بهشتی احتمالا بعد از دوران کرونا جای با صفایی خواهد بود براتون. دانشگاه خوش آب و هوایی توی تهران و خوش میگذره احتمالا به. راستش من هرچی بکرم که چی بگم، بخش زیاده از حرفایی که من باید توی این چند سال میزدم رو نوشتم توی سیتپور. میتونید خیلی از این نوشته‌ها رو پیدا کنید. سیتپور در حقیقت وبلاگیه که من و دوستانم سال‌هاست که توش می‌نویسیم و شما میتونید مطالب مختلفی پیدا کنید، مثلا نوشته‌های مختلفی که شاید یکی از اونایی که بیشتر سن به دردتون می‌خوره نوشته 4 سال فیزیک باشه. نوشته های دیگه هست راجبه چیزایی که شما تو مسیر یادگیری فیزیک نیاز دارید. سایت هم آدرسش هست seatpur.org. ولی چیزی که خیلی مهمه که امسال به نظرم به بچه ها گفته بشه اینه که ببینید، حتما شنیدید که فیزیک سخته، فیزیک بازار نداره، فیزیک اله بله، همه اینا درسته، شکی توش نیست، فیزیک رشته سختیه، بازار کاریش به نسبت پزشکی خب اونقدر خوب نیست و هزار تا حرف دیگه که همه احتمالا بهتون میگم. من نمیخوام بگم که این حرفا درست نیست یا بیشتر بترسونم میتونید یا چیزی، ولی بالاخره اوناییتون که فیزیکو دوست داشتید و اومدید احتمالاً باید راه حل‌های مختلف پیدا کنید برای اینکه این سختی‌ها رو پشت سر بذارید و برید جلو. چیزی که من می‌خوام بهتون بگم اینه که شاید زمانی که ما لیسانس فیزیک شروع کردیم با الان خیلی دور زمان فرق می‌کرد. اختلاف سنی من و شما احتمالاً زیر 10 ساله، ولی دنیای روزهای ما با دنیای روزهای شما از جهت‌های مختلف فرق داره و به نظرم بدترین چیزش اینه که فضای کشور فضای پر از ناامیدی و استرس و نگرانیه. من به همه تون حق میدم، اما به نظرم چیزی رو باید همین اول کار با خودتون مشخص کنید و اون اینه که یک سختی وجود داره واسه هر کسی که توی دنیا فیزیک میخونه که ما کار با اون نداریم، یک سختی هم وجود داره واسه روزگار ما که داریم لیسانس میگیریم و باید بدونیم که تا 4 سال دیگه احتمالا یک معجزه خاص رخ نمیده و کشور چندان اوضاعش تغییر نمی کنه. واسه همین اگر ما همش بخوایم خودمون رو درگیر این مشکلات کنیم، هرچند که ناخواسته میشیم، فرصت زیادی از دست میدیم و یک بخش بزرگی از دوران جوانی و انرژیمون به فنا میره. واسه همین من پیشنهادم به همه شما اینه که قبول کنید که توی دوره سختی هستید و با انرژی سعی کنید مشکلات رو تا جایی که میشه فراموش کنید و بچسبید توی این 4 سال یه لیسانس خیلی خیلی خوب بگیرید. یعنی حرف من با کسایی که فیزیکو دوست داشتن و میان و دوست دارن که به یه مسیری برن که براش برنامه‌ریزی کردن، باید هر کسی فیزیکو دوست نداشته و اومده، مثل هر سال توصیه میکنم که زودتر فکر کنه برای آیندهش میخواد چیکار کنه. اما هر کسی واقعا این مسیر رو دوست داره، به یه هر دلیلی وارد شده، خواسته فیزیکدان بشه، نوبلیست بشه یا هر چیز دیگه، به نظرم اینو باید همین اول خیلی محکم فیکس کنید برای خودتون که توی 4 ساله خیلی اتفاقات سختی احتمالا میفته و مسیر سخته، ولی اینکه آدم بدون مسیر سخته بهش کمک میکنه، یاد میگیره، تلاش کنه که این 4 ساله رو طی کنه. یه داستانی هست که برای من شخصا یه ضرب المثل شده و اون اینه که اگر شما میخواید از یک مسیری حرکت کنید و به جایی برسید، اگر هر سگی که توی راه بهتون رسید و پارس کرد بخواید بیستید و یه سنگ بهش بزنید، احتمالا یا به مقصد نمیرسید یا خیلی خیلی دیر میرسید. بهتون پیشنهاد میکنم به این همه سگی که توی مسیر زندگی علمیتون قرار بیاد
و پارس کنه و شما را اذیت کنه، بی اعتنایی کنید و نایستید و سنگ بزنید. شما انرژیتون و زمانتون خیلی محدوده، بهتر اون را صرف یادگیری کنید، خصوصا توی این سن و سال. حواستون باشه که یک سال در بازه مثلا 20 تا 25 سالگی با یک سال در بازه 25 تا 30 سالگی یک چیز نیست. درسته که از لحاظ زمان فیزیکی یه چیزن، ولی واسه آدمو خیلی فرق داره. همطور که یک سال توی دهه 60 زندگی چندان معنی متفاوتی داره با توی دهه 20 زندگی. امیدوارم که بهتون خوش بگذره، از زندگیتون خیلی خوب استفاده کنید، سعی کنید دوستای خوب پیدا کنید، سعی کنید درس بخونید. فضای کشور فضای پیچوندنه توی هر صنفی، ولی اگر واقعا دوست دارید که آینده خوشی برای خودتون بسازید، مجبورید این 4-5 سال یه سری چیزها رو به خودتون محدود کنید، یه سری چیزها رو خیلی خوب یاد بگیرید و امید داشته باشید. خیلی سخته این روزها، ولی ناامید بودن چیزی رو درست نمی کنه متاسفانه، و ما باید قبول کنیم همینه که هست، ولی تلاش کنیم برای بهتر کردن اول از همه خودمون و بعد جامعه. حواسمون باشه که اگر ما زیادی بخوایم به فکر جامعه باشیم، ممکنه خودمون رو فنا کنیم و فنا رفتن خودمون منجر به این نمیشه که جامعه خوب پیشرفت کنه. برای داشتن جامعه خوب، آدم باید در مرحله اول از خودش مطمئن باشه. پس اگر دلتون به حال کشور سوخته، اگر دلتون به حال جامعه سوخته، قبل از هر چیزی باید مراقب خودتون باشید که از پا در نیایید و توی این مسیری که سختی و زیادی داره با قدرت پیش برید. خوش اومد میگم باز بهتون، امیدوارم همه چیز خوب باشه. پیشنهاد میکنم که از تجربه سال بالایتون استفاده کنید، به زودی انشالله کرونا تمام میشه، برمیگردید به فضای پردیس دانشگاه و کلی اتفاق خوب براتون میفته. اگر سوالی داشتید میتونید به من ایمیل بزنید، پیدا کردن منم کار سختی نیست، کافیه سرچ کنید عباس کریمی ریزی فیزیک، یا از طریق همون سایت سیدپور میتونید هم پیج منو پیدا کنید، به من ایمیل بزنید. من در حال حاضر مشغول گذراندن دکترام توی دانشگاه آلتا هستم. الان توی دانشکده علوم کامپیوترم، روی موضوعی که کار میکنم بین فیزیک و کامپیوتر و ریاضی، یک فضای بین رشته‌ایه، و خیلی خوشحالم که فیزیک خوندم که امروز به اینجا برسم. مسیری که من طی کردم مسیر چندان رایجی نیست، خیلی ها تا مثلا شاید راجبش نشنیده باشید، چون توی فیزیک معمولا مردم راجب کوانتوم مکانیک زیاد حرف میزنن، راجب نسبیت حرف میزنن، بیگ بنگ، نظریه ریسمان و این چیزها که جریان اصلی فیزیک رو تشکیل میده، و این حوزه‌های بین‌رشته‌ای مثل سیستم‌های پیچیده که من توش کار می‌کنم تقریبا جدید هستن، واسه هم به شهرت بقیه حوزه‌ها نیستن. اما من خیلی خوشحالم که تونستم فیزیک بخونم و این مسیر رو بیام، و اگه یه بار دیگه هم زندگی کنم احتمال زیاد اگر فیزیک نخونم علوم کامپیوتر میخونم، و هیچ موقع پشیمون نیستم از اینکه فیزیک خوندم. زندگی خیلی سختی داشتم بچه‌ها میدونن، ولی خوشحالم که با یه استاندارد خوبی گذروندم و الان اینجام، جایی که اصلا خیلی دوست دارم و موضوع کارم هم تحقیقم هم خیلی جذابه. امیدوارم که هر موقع برگشتم بهشتی بتونم یه کم بیشتر راجع به قصه فنی کار صحبت کنم. اینو فقط به این جهت بهتون گفتم که فیزیک فقط چیزهایی که احتمالاً شنیدید راجع بهش نیست، دنیای فیزیک خیلی گسترده تره، یا شاید اینجوری بشه بگید که از فیزیک به خیلی جاهای عجیب و غریب میشه بری. آینده کاری فیزیک اونقدری که مردم فکر میکنن محدود نیست، خیلی پتانسیل‌های خوبی در پیش رو هست، اما شرطش اینه که باید بهترین بود، یعنی باید توی فیزیک خیلی خوب باشید، اون موقع به قول معروف روی هوا ممکنه آب بزنید. امیدوارم که اول از همه تندرست باشید، دوم که شاد باشید، زیاد به مشکلات فکر نکنید، انشالله که درست میشه، و در پناه خدا خوب باشید.